این لحظه که تو به بیرون رفت نفع استقلالی ها. پرتاب دوباره برای استقلال. حمودی. یوسفی حمودی. یه مکس میده، میاره وسط. همچنان حمودی، پاس او برای میدابودی. میدابودی ضربه این بازیکن زندی و توی دروازه. توی دروازه. گل دوم برای استقلال با ضربه فریدون زندی. بیگمان بهترین بازیکن زمین تا به اینجا زندی بوده که در طول فصل بازی های زیاد خوبی رو برای استقلال انجام نداده بود. استقلال 2-0 جلو میفته. نیمه دوم رو استقلال تهاجمی شروع کرد و شاگردان پرویز مظلومی گل دوم رو به ثمر رسوندند. حالا هواداران استقلال به فکر لقب جدید پرویز مظلومی هستند. با هم ببینیم صحنه رو. تو بلوک میشو برمیگرده، دقیقاً روی پای چپش بود. او هم با این ضربه هوشیار رو مغلوب میکنه. ضربه اول از میدابودی و بعدم زندی که دروازه رو باز کرد. بهتر از این میتونست عمل بکنه هوشیار. روی توپی که درون دروازهش قرار گرفت، اما خب فاصلهش با توپ خیلی زیاد بود. یک بار دیگه استقلالی از چپ نفوذ میکنند. میدابودی در میانه میدان توپش رو میزنند. محمد نوری. شکوری در چپ، پاس او موقعیت برای بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه. رو دور میکنن مدافعان استقلال. مهدی مهدوی کیا به بازی خواهد رفت. یکی از بازیکنانی است که هر موقع بوده در داربی تیمش نباخته. خب امون زاید هم داره خودش رو آماده میکنه که به زمین بازی بره. علی عسکری، غلام رضا رضایی توپ رو لو میده. موقعیت برای میلاد میدابودی. برهانی توپ میخواد. میدابودی قصد داره خودش حرکت بکنه و فرصت شوت زنی برای خودش ایجاد بکنه. دو بازیکن رو جا میگذاره. میدابودی و توپی که در اختیار هوشیار قرار میگیره. زندی و کریمی با هم صحبت میکنن. اولادی میتونه پاس عمقی رو بده. حالا این کار رو انجام میده. ادامه بازی آفساید نیست. فرصت برای رضایی. پاس رو بیرون. ضربه یه نامید کننده یه نوروزی که توپ رو به بیرون میفرسته. عدس مدافع شاکیه. خب تغییراتی در زمین انجام خواهد شد. نوروزی جای خودش رو به مهدی مهدوی کیا میده. امون زایدم تا لحظات دیگه در ترکیب پرسپولیس قرار میگیره. خب غلامرضا رضایی هم از ترکیب پرسپولیس خارج میشه. امون زاید این بازیکن جاش رو میگیره. تو به داورم برخورد میکنه. زاره، علی عسکری. حرکت پرسپولیسی از سمت راست. فرصت برای علی کریمی. یه پاس کوتاه عالی. موقعیت با توپی که رحمتی بالاخره میگیره. مهدوی که با اومدنش به زمین کاپیتان پرسپولیس شد. منتظری، یوسفی، شریفات، همچنان شریفات، حالا حمودی. پاس به بیرون. فرصت برای یاران استقلال. یوسفی و توپی که از کنار دروازه به بیرون میزنه. یک بار دیگه حرکت رو مرور میکنیم. این ضربه یوسفی که از کنار دروازه به بیرون رفت. علی عسکری، کریمی، کریمی مطلبی که در سمت راست با هم خوب همکاری میکنن. یه سانتر بلند و توپی که در اختیار استقلال قرار میگیره. زندی، بازم یوسفی که داره خوب بازی میکنه. این طرف شریفات روی خط آفسایده. حالا برای شریفات. نگه میداره توپ رو. یوسفی، یوسفی و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. زمین برای استقلالی ها. این ضربه این بازیکن محسن یوسفی که از بالای دروازه با کمترین اختلاف توپ به بیرون رفت. توپی که نوری زد. یه بار دیگه سانت روی دروازه. استقلالی ها برمیگردونن. بازم روی ضد حملات حساب باز کردن استرالیا. دو تا بازیکن دقیقا در میانه زمینه. کریمی در منطقه جریمه. پاس به بیرون برای زارع. شوت زن ضربه این بازیکن بر رحمتی که توپ رو در اختیار میگیره. یک بار دیگه در عمق
یوسفی شریفات خوش به منطقه جریمه رسونده، موقعیت برای ایران استقلال. زندی پشت توپ قرار گرفته، میفرسته برای دروازه، موقعیت، هوشیار توپ رو ناقص دفع، در واقع اصلا دفع هم نکرد، توپ از روی سرش عبور کرد. در چپ شکوری، اولادی بالاخره صاحب توپ میشه، فرصت برای ایران پرسپولیس، یارکه بدون توپ مهدوی کیا و این ضربه با واکنش استثنایی رحمتی توپ رو از زیر تاق دروازه بیرون میکشه. شروع کرد، ببینیم با هم صحنه قشنگی بود، هم مهدوی کیا عالی زد، هم رحمتی قشنگ گرفت ضربه روی پا و اینم واکنش رحمتی. یوسفی به راست، شریفات نگه میداره توپ رو، یک لحظه تعادلش رو از دست میده، او رو میزنن کنار خط، داور خطا میگیره و اولادی رو حالا با کارت زرد هم جریمه خواهد کرد. اولادی یه مقدار عصبی بود اصلا از شروع، کارت قرمز رو، بله داور کارت قرمز رو براش در نظر گرفته، کارت قرمز برای مرداد اولادی که به هر حال در دقیقه 68 مسابقه یه اتفاق مهم در این مسابقه محسوب میشه. نگاه کنید، فقط پا رو زد، به هر حال داور تشخیص میده که این حرکت جریمش کارت قرمز بوده. البته در لیگ برتر انگلیس معمولا این حرکت ها رو با کارت قرمز جریمه میکنن، اما به هر حال در فوتبال کشورمون کمتر دیده بودیم که این اتفاق بیفته. اولادی بازی بعدی تیمش رو از دست میده، زندی میفرسته برای دروازه و توپی که خطرناک به بیرون میره. با انگیزه داره بازی میکنه فریدون زندی، کاملا متحول شده نسبت به بازی که در این فصل اول داشت میدیدیم. یه ضربه راه دور و هوشیار توپ رو میگیره، ضربه بلند از هوشیار. خب فشنگچی قراره که به زمین بازی بره احتمالاً. نوری، مهدوی کیا، کار قشنگ، مهدی مهدوی کیا و این ضربه که بازم رحمتی را به انجام واکنش وادار میکنه. مهدوی کیا معمولا وقتی نیمه دوم بازی بیاد خوب بازی میکنه، این در مقابل شهرداری تبریز هم دیدیم که در نیمه دوم واقعا عالی بازی کرد وقتی به زمین بازی اومد. کاظمیان و نوروزی روی نیمکت، زندی حرکت میکنه، حالا این طرف شریفات، موقعیت برای شریفات، پاس به جلو، فرصت آفساید، اومد برای زدن توپ اما اینجا مشخصه که آفساید بوده. مهدوی کیا بلند به درون منطقه جریمه، فرصت و بازم نوری همونجوری میزنه. خیلی جالب شده، مهدوی کیا دوباره سان میکنه و رحمتی هم مشت میکنه. چه صحنه تکراری جالبی در این مسابقه دیدیم، از اون صحنه زیاد طول فصل شد یکی دور بیشتر رخ نده. میدابودی در ضد حمله، پاسش خوب نیست، دوباره میدابودی، این بار پاسش بهتره. شریفات در منطقه جریمه، ضربه آروم شریفات به بیرون میره. حرکتی آرش برهانی از سمت چپ انجامش داد. محمد نوری یه پاس عمقی خوب، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، زاید و توی دروازه، گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زاید چه بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه، معمولا بازی که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. هواداران پرسپولیس به وجد میان، حالا اونا با رویه بهتری به بازی ادامه خواهند داد و این دقایق پایانی مسلماً پرهیجان‌تر دنبال میشه. مدافعان استقلال جا موندن، امون زاید تک به تک شد با رحمتی و به این ترتیب با یه ضربه دقیق و زیبا دروازه رحمتی رو باز میکنه. پاس خوبه محمد نوری، منتظری هم جا میمونه و در نهایت زاید که دروازه رو فرو میریسه. حالا بازی با هیجان بیشتری دنبال میشه، خصوصا برای هواداران پرسپولیس که امیدوارانه به این دقایق پایانی نگاه میکنند.
دو بر یک میشه نتیجه. درخواه باز چند حمله پرسپولیس به گل رسیدند از راه عمق. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه، سان میکنه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه امان زاید پرسپولیس رو به بازی بر میگردونه. به فاصله دو دقیقه دو بار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز مظلومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. غافلگیر شدن بازیکنان استقلال و دنیزی هم بی‌شکست میمونه در دربی. البته بازم زمان باقی مونده. ببینیم با هم جاگیری عالی بین مدافعان استقلال و ضربه زاید که به این شکل درون دروازه رحمتی قرار میگیره. ضعف در بین مدافعان استقلال و سازهای نابود کننده مهدی مهدوی که در رده ملی واقعا به کمک فوتبال ملی ما اومده، اینجا به کمک پرسپولیس با این سانتراش و زاید دروازه رو به این شکل باز میکنه. روی همون تاکتیکی که مصطفی دنیزلی میخواست پرسپولیس به گل رسید، یعنی سانتای مهدوی کیا و ضربه‌ای که زاید زد. بلند برای دروازه میفرسته توپ رو، یاران استقلال توپ رو میگیرند، زندی و ضربه‌ای که نفسگیر به بیرون میره. حمودی، استقلال آخرین شانس‌های خودش رو جستجو میکنه با یه بازیکن بیشتر. رحمتی پاس برای حمودی، حمودی دو تا بازیکن در مقابلش هستن. سانت زمینی این بازیکن، یوسفی در منطقه جریمه، پاس به بیرون و توپی که یاران پرسپولیس برش میگردونند. دو تا بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه هستن اما کم تعداد هستن برای استفاده از پرتو بلند. بادامکی میبره به گوشه زمین، میخواد کورنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی، سانت او برای دروازه، فرصت، این زمان توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه، حساب کار رو 3-2 میکنه. امان زاید، یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-1 باخته رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پر اشتباه و پرویز مظلومی که دیگه رکوردش رو از دست داده. نگاه کنیم این توپیه که بادامکی برای دروازه فرسته، بازم این بازیکن جانشین کارساز شد. تعویض‌های مصطفی دنیزلی همشون رویایی بودن برای پرسپولیسیا. بادامکی هم پاس گل داد. نگاه کنید پاس زمینی به دهانه دروازه، جاموندن حنیف، چرخش قشنگ امون زاید و گلزنی این بازیکن. حالا پرسپولیس خودشون می‌پرسن که چرا این بازیکن بیشتر از اینا بازی نمی‌کرد برای این تیم. یه سانت دیگه جبران بکنه و بازی برگرده. یه بازی فراموش نشدنی شد برای تیم پرسپولیس. یه سانت بلند، موقعیت برای استقلالیا، فشار دارن میارن. این توپ برای زندی و حالا توپ از بیرون میاره مازیار زاره، همچنان داره حرکت میکنه و سوت پایان این مسابقه و برتری 3-2 پرسپولیس در مقابل استقلال. بعد از 2 سال پرسپولیس موفق به شکست استقلال میشه. در این فاصله اونا باختای زیادی رو پذیرفتن اما در این مسابقه به طرزی عجیب به بازی برگشتن و 10 نفره جبران کردن و بازی رو 3-2 به پایان رسوندن. درصد مالکیت تو 59-41 به نفع استقلال رو نشون میده و سایر آمار رو هم ملاحظه فرمودید. 70% در میانه زمین و بله الان هم کاری اشاره میکنم که 4,600,000 SMS به دست ما رسیده که آمار رو هم در پایان برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. بازم فرصت دارید که در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید. اینم هواداران استقلال که در این هوای سرد به حال شاهد شکست تیمشون بودن. تا لحظه دیگه با مصاحبه با مربیان در خدمتتون خواهیم بود. در این فاصله شما عزیزان میتونید صحبت کارشناسان رو گوش بدید و در خدمت همکارانمون هستیم. پیمان یوسفی با کارشناسان برنامه صحبت خواهد کرد. به حال یه بازی دراماتیک بود که در نهایت استقلال بازی رو 3-2 واگذار کرد. فعلا تا مصاحبه مربیان که در خدمتتون باشم از روتون خداحافظی میکنم تا ببینیم که مربیان با مصاحبه موافقت خواهند کرد یا خیر.